فیلم خشم کولی با بازی فردین و پوری بنایی محصول سال 1347. زنی حسود تنها پسر مردی رو از اون دور میکنه. کولی ها پسر رو پیدا میکنن و اونو نزد خودشون بزرگ میکنن. وقتی پسر بزرگ میشه ندونسته عاشق دخترموش میشه، اما پدر با این ازدواج مخالفه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. ببینم مرجان، تو خوشحال نیستی که امشب دختر ستاره به مراد دلش میرسه؟ پس بیا اولین گاز به این کباب دلنواز بزن. حالا از پیر قبیلمون میخواییم که مراسمو شروع کنه. زمونه ای که خاطر ستاره رو میخوام بیان دست راست من سرس بکیسن. بیان از جا حالا ستاره رخش سیبو شروع میکنه. ستاره بلن فیلم قیامت عشق به کارگردانی هوشنگ حسامی محصول سال 1352. حسین آقا بزاز قبل از مرگ با آقا کمال معتمد محل وصیت میکنه که سرپرستی دخترش گلرخ رو بپذیره. آقا کمال دختر رو به خونش میبره، ولی همسرش به پذیرفتن مسئولیت دختری دم بخت در حالی که پسری جوان به نام احمد دارن معترضه. به تدریج احمد و آقا کمال هر دو به گلرخ علاقه‌مند میشن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. دیگه بیان نشو، این دفعه پنجمه که داره میگیره، حواست رو جمع کن. اگه بخواد سه چهار دفعه بگیرن که به کسی نمیره زارو باشه. آقا انقدر تشکر. من مریض دارم شما خونه. سلام باش. سلام باش. چند دفعه سلام میکنی؟ بابا جود باش آقا کمال. من اقا ماتای نمو وگرنه مجبور میشه باشه منم خونه میگیری. وقت نگی که به من نگفتی. بودو مادر مردم شلوغ کردن. با مریان بره. بذار این ظرف رو ببره خونه. بله خواهد رو تو برگردی بیا قاتل نکن با مریان بده. آی احمد. بله پدر. غذا تو اتاق رو بوری بردی یا نه؟ برده بابا بابا قش کرده کشنگی. بابا جمایجا روی زوچی کرده کن. احمد آقا بیا پایین بابا آخ جون مثل که نوبت ما شد. مسخول شد. مسخول شد میرم. خدا رحمتش بفرما پدر جان. شلوغ نکن یواش بابا. بفرما خانم جون ما که از دست رفتیم. وا یه سینی خوردی تازه از دست رفتی. این شکم صاحب برده که باید دیست پر نمیشه. بابا الان میارم برای اینکه نخوردم که قبل ما از این کوچکتر نداشتی. نه بابا تازه نرم میگفت خیلی کوچکتر. به عجب قیمه یه جان جان میمیرم واسه قیمه.
با اجازه خدا کسی نبینه کسی نبینه خدا رحمتش کنه آقا کمال واقعا خیلی تمام گذاشته با اجازه سینش هم بخور اگه وقت کردی بابا یواشتر مگه دنبال کردن آخه به تو شو مگه بابا به تو چه تو کلاهت یک تو هول نزن اینجا فیلم سینمایی شادی های زندگی که تو سال 1355 ساخته شده از این قراره که استوار وظیفه شناسی قصد دستگیری دزد محل رو داره. اون دزد رو شناسایی میکنه اما دزد از دستش فرار میکنه. اتفاقاتی در زندگی شخصی اون در قبال زن خواننده‌ای که بهش علاقه‌مند میشه و همینطور وصلت خواهرش با برادر اون دزد دیدگاه اون نسبت به زندگی رو تغییر میده. بخشایی از فیلم شادی های زندگی رو با هم تماشا میکنیم. یه پاسه با مزار چون ممکنه بعضی شام نخورده برم تا من نگفتم کسی نمیره بیرون بیه خودی خودتو قایم نکن دیدم تو اومدی تو این اتاق میگیرمت اگه همه اساسی این اتاق آتیش بزنم میگیرمت دیگه نمیذارم فرار کنی آتیش نزن عروسیرم به هم نرس من تسلیم هر جا بخوای میام اما یه شرط داری من اهل شرط و مرد نیستم کسی که مال مردم رو ببره و به صغیر و کبیر رحم نکنه باید به بدترین بچه مجازات بشه تو تمام ناحیه من رو به هم ریختی اگه یه دوست حسابی بودی دلم نمیسوخ من میفهمم تو مرض داری دیوونه ای حیوانی نکنی یواشتر من حیوان نیستم من انسونم دوست آفریده نشدم سرنوشتم زندگی معاشرتم منو دوست بارا بردی وقتی فهمیدم که دیگه اجتماع قبولم نداشت دو خواهر از خانواده اشرافی شیفته یه پسر رانندهشون میشن در حالی که تا اون زمان هیچ کدومشون به اون توجهی نداشتن بعد از ماجراهای سرانجام خواهر کوچیکتر به نفع خواهر بزرگتر خودشو کنار میکشه. بخشایی از فیلم هنگامه رو با هم تماشا میکنیم. حالا با اجازه خانم ها آقایون میخوام به افتخار سینیور رزتی مهمون ایتالیاییمون هنگامه عزیزم یه آواز بخونه. چه موقعی آواز بخونه؟ اومد از رشید. سلام چرا انقدر دیر اومدی؟ ما همه منتظرید چرا همه این من باید از چند تا اندونه میتونم بردارم میخونه یه دقیقه صبر کنید میگم مهم نیست من کجا میبری؟ آخه کجا میبری؟ آخه لکش میمونه روی شلوار خیلی خب من الان میام میخونم میشمارم بیا آخه اینطوری بلم کن هنگام یا بالا اینطوری بعد جلوی مردم آه جمشید ناراحت نشو خواهش میکنم اون اسخر رو بگین بیاد بالا بیا اینجا خلوت آخه یا خود پپسه که این حرفا رو نداره لکش چی؟ الان شلوارت خیسه زود با شلوارت در بله گفتم شلوارت در بیار بدم تمیز کنن برات همینجا جلوی تو؟ خیلی خب من رومو میکنم اون بر در آوردی؟ نمیفهم حالا چه اصراری داری که شلوارم رو در بیارم؟ اصرار دارم برای اینکه آبروم میره اگه مردم ببینن شلوار نامزدم کثیفه درار به الا میام خیلی خوب بابا خیلی خوب حالا میخوای چیکار بکنم میخوام بدم لکشو واسه پاک کنن همین با من فرمایشی داشتی خواستم درآوردی یا نه آره
حاضره بدیش به من دب ببینم این کار به معطلیش نمیاد به هنگامه شلوار منو بده دیمونه این شلوار میبری با اوتو خوشکش میکنی یه ساعت دیگه میاری میدی به جمشید خان اگه زودتر از یه ساعت بیاری خودتو میذارم زیر اوتو فهمیدی بله. بیا اینم کلیدش بردار برو زود پشت یالا دیگه برو دختر بذار برم خونه لباسمو عوض کنم بیام درو تره قفل کردی یه دقیقه تحمل کن عزیزم الان میارم آخه برای یه دقیقه چرا در اتاقو کلید میکنی فیلم سینمایی معجزه که تو سال 1346 ساخته شده راجب جوون روستاییه که دختر ارباب رو دوست داره. جوون به شرطی میتونه با دختر ازدواج کنه که پول فراوانی به دست بیاره. جوون در جریان حادثه‌ای پول رو به دست میاره اما از طرفی دختر ارباب از دوری جوون بیمار میشه و ارباب به جستجوی جوونه. بخشهایی از فیلم معجزه رو با هم تماشا میکنیم. اندازه خودشون جشن خوبی گرفتن آخ ایلا که خورد ندارم تو مال این دهی ای بابا بابا تو کجا هم کجا تو پل بپل اونا هاش ای دلیل مرده اجاره اینجام ده بردار نیست احوالش این نیست بری بشو بشو بدی بری کاره دارم بس قشن میرخصم نه بیا ما جنگا این موزیک نو گود این زرزر این نادانی هم و سوخه نو گود نو گود من موزیک زد شما تماشا کرد بده من خب ور من گیتار هوایی آیوان براتون آواز بخونم ولی I don't know چی بخونم آی مردم الان بهتون I say چی دلم میخواد فهمیدم اوکی